در سه وقت معایناتش انجام میشه و فیلم کلیشه اکسریر بر شما میتر ریزلتش میبره. با معذرت که ما کم سری سری تشتی میکنم که سلاید های کم زیاد است و وقتم کم. و دیگه ببخشین پس سلاید بعدی رو بیارین، او تکمیل نبود. و دیگه ماشین اکسری که است پورتیبل است. اما ما ماشین ثابت داریم که داخل اتاق است، اما ماشین پورتیبل است خرد که میتونیم در اتاق عاجل، در عملیاتخانه، در هر جای ما از مریض اکسری بگیریم. و متاسفانه که در سی تی اسکن ام آر آی بعضی ماشین های دیگه ما این قابلیت نداریم. و دیگه خوبی اکسری مثلا چی است که آن بید هم میشه، مثل که قبلا براتون گفتم. و یکی از خوبی های دیگه ماشین اکسری ای است که برای هر مریض ما اکسری کرده میتونیم، مگر اینکه پرگننت نباشه البته از خانم ها، که او هم در بعض حالات که اگر جان مادر در خطر باشه نیاز نیست که ما مثلا سیفتی طفل مد نظر بگیریم، باید روی تشخیصش بپردازیم. و اکسری سه نوع ماشین ما داریم که قبل از چند سال اخیر الحمدلله که پیشرفت کرده. قبل از او اکسری آنالوگ بود که ما فیلم های اکسری داشتیم که حساس به نور بود، او را از نور پنهان میکردیم، در اتاق تاریک میبردیم و او فیلم ها دیفلوپر و فکسیر بود که ما در او کار میگرفتیم. او اکسری آنالوگ بود که دستگاهی را که پیشتر جناب استاد خدمت شما عرض کرد، او هم سال 1996 یک ماشین ساخته بودیم که مثل فیلم های اکسری ساده نقرهش میکشید، سلور ریکاوری میکرد. و حالا الحمدلله پیشرفته تر شده کمپیوتر راتوگرافی کمی سیار ما در کمپنی اگفا تقریبا در اکثریت شفاخانه ها فعلا موجود است، در دولتی و در خصوصی. و دیجیتال رادیوگرافی یا دی آر که ما در شفاخانه فرانسوی ها دو تا از اون ماشین داریم و مطلع دارم در بعض شفاخانه های دیگه هم دی آر است که فلم نمیخوره و انتقال فلم نیست و کیفیتش فوق العاده عالی است و اسکنر نداره که کست پرتی اسکن کنه، مستقیما که مکسپوز میکنه اونم لحظه ایمیج برات در روی اسکرین ظاهر میکنه. پوینت دست برین پیش. اورتو پانتوموگرام یا او پی جی. او پی جی به خاطر اول بریم روی ماشین او پی جی. ماشین او پی جی در قسمی که شما در تصویر میبینین یک ماشین است که مریض به وضعیت استاده و یا بعض مریضایی که نمیتونه به وضعیت نشسته روی ویلچر میره پیش، زناق خود میمونه، جای زناق داره و در دو قسمت سر مریض دو تا قید است که از تکان دادن سر مریض جلوگیری بکنه. و ماشین یک تا جای کست داره که کست میخوره. و اگر ماشین های دیار باشه که دیجیتال نو برآمده، این خوبتر است، در سه وقت کست نمیخوره. یک طرف شم تیوب اکسره که ماشین در اطراف سر مریض میچرخه و از دندانهای مریض و از فک سفلی و علوی تصویر برداری میکنه. او هم با کیفیت که شما میبینین اینمی قسم از تی ام جی طرف راست تا تی ام جی طرف چپ تا اینمی قدر این ساحه را کور میکنه. و ما به خاطر درد دندان، به خاطر امی ترومای فک، به خاطر فرکچر فک و به خاطر بعضی قضیه های انفکشن یا التهابی و یا به خاطر چکاپ عمومی دندان و به خاطر ارتودنسی که دکتر صاحبای دندان بهتر میفهمن، از او پی جی ما استفاده میکنیم. برین پیش. ماموگرافی. ماموگرافی یک بخش دیگه از اکسری است که ماشین جداگانه داره که ماموگرافی خدمت شما عرض بکنم که هر خانمی که تاریخچه سرطان فامیلی داره از 35 سال بالاتر هر سال باید یک اسکرینینگ ماموگرافی بگیره و خانم هایی که بالای 40 سال است هر دو سال بعد باید یک ماموگرافی اسکرینینگ بگیره. و ماموگرافی خوبیش این است که غدعات سرطانی یا تومورای سرطانی که قابل لمس نیست 10 سال قبل که قابل لمس شود او را برای ما تشخیص میکنه، به نمایش میگذاره. و ماموگرافی یک کم کستش با کست اکسری فرق میکنه، کست جداگانه داره که کستش یک بودی میگن و یک دونه اسکرین داره. و اجزای ماشین ماموگرافی که است تیوب اکسری است، جای کست است که کست وجه میمانیم و خود امو بادی عمومی یا امو من بادی است که ماشین روی از او استوار است. بریم پیش. فولروسکوپی. فلورسکوپی یک ماشین دیگه است که انشالله مطمئن هستم اکثریت شما در این معلومات دارین. فلورسکوپی اول میایم روی اجزای ماشین که ماشین فلورسکوپی شامل تیوب اکسری است که در پایین قرار داره، بعدش هم گرید است، بعدش هم دیدکتور یا گیرنده ایمیج است که تیوب اکسری از پایین شوا میده و مریض در وسط قرار میگیره و از گرید فیلتر شده ایمیج میره به دیدکتور که دیدکتور ها امو ایمیج در سه وقت میگیره فیلترش پروسس میکنه و در روی اسکرین به نمایش میگذاره. فلورسکوپی خوبیاش این است که برای
قسمت های متحرک بدن، مثلا برای دیدن تنفس، برای دیدن ضربان قلب و برای بعض معاینات اسپیشال که مثلا پیشتر استاد خدمت شما عرض کرد، برای باریم میل و باریم انما و ام سی یو و غیره، معایناتی که ما مسیر باید بیابیم به خاطر انجیوگرافی که مثلا در کتلب استفاده میشه و بنزی چیزا فلوروسکوپی کار میده. نیاز به کست نداره، نیاز به کدام پروسه اسکن کردن نداره که مثال ما اسکنر باشه کست اسکن کنه، نه. در مرسه وقت همون لحظه که اکسپوز میده، همون لحظه ایمیج برات به شکل ویدیو در روی مانیتور به نمایش میگذاره و متاسفانه که شواش از شوای اکسره کده بالاتر است برای مریض. به خاطر چی؟ که شوای از این کمتر است و زیادتر برای مریض جذب میشه در بدن مریض. پایین دست صاحب بفرمایید، پیش بریم. آلتراساوند، آلتراساوند یا امواج فراصوت، آلتراساوند یک دستگاهی است که توسط امواج صوتی کار میکنه. اول میریم روی اجزای ماشین، که ماشین یک دونه کنترل تیبل داره یا بورد کنترل داره که مثلا کیبورد است، نام مریض تایپ میکنیم یا بعض کارهای دیگه، و پروب آلتراساوند است که هر قسمت را که بخوایم معاینه بکنیم، پروب در او قسمت میمانیم و مانیتور است که برای ما ایمیج به نمایش میگذاره. آلتراساوند توسط امواج صوتی کار میکنه و ماشینایی که قبلا برای شما گفتم او پی جی، فلوروسکوپی، جنرال رادیوگرافی، اینا تمامش توسط اشعه ایکس کار میکنه و آلتراساوند توسط امواج صوتی است که یک امواج صوتی بالا پروب تولید میکنه، میره داخل بدن و انعکاساتش از داخل بدن که پس میه، پروب باسیره پروسس میکنه، با امواج برقی تولید میکنه داخل کامپیوتر، پروسس میشه و به شکل ایمیجای سیاه و سفید و خاکستری در روی مانیتور به نمایش گذاشته میشه. این هم نمونه ایمیجش که شما دیدین. کامپیوتر توموگرافی یا سیتی سکن. خب سیتی سکن هم از شوهای اکس دی استفاده میشه. سیتی سکن شامل چند قسم نسل ها جنریشن های نو داشت که آل الحمدلله زیاد پیشرفت کرده. سابق که بود سینگل سلایس، یعنی یک تیوب اکسری داشت و یک دیدکتور داشت که او مثلا در هر ثانیه یک ایمیج میگرفت. یعنی اگر ما قرار بود یک برین سیتی سکن کنیم، 30 ایمیج از برین مریض بگیریم، 30 سکند وقت میگرفت تا او اسکن شوه، یک دقیقه وقت میگرفت تا او ریکانستریشن شوه. اما حال الحمدلله 16 سلایس شد، باش 64 شد، باز حال 128 سلایس ما سیتی سکن داریم که در خیلی وقت کم بهترین با بهترین کیفیت ایمیج ها رو به دست میاره. و این هم نمونه داخل ماشین سیتی سکن است که شما میبینید تیوب اکسری است، دیدکتور است و جنراتور است، جنراتور و کنترل است. و ایمیج را که شما میبینین، این ایمیج سیتی اسکن است که عین شوهای اکس، استخوان ها به شکل سفید و گازات و چیزایی که نمبرات بکش پایین باشه به شکل سیاه دیده میشه، اما از اکس ری کده با کیفیت بالاتر. و این برای هر مریض انجام میشه مگر مریضایی که پرگننت نباشه، که قبلا گفتم که اگر احیانا حیات مادر در خطر باشه، باز او هم مهم نیست، ما شیلد سوربی میندازیم کاور میکنیم. از امارایی که ارزان تر است، ده خیلی وقت کم معاینات سیتی اسکن انجام میشه و به خاطر بون و به خاطر وقت کم است. ببخشید فقط یک سوال دیگه مونده. و میایم روی MRI magnetic resonance imaging. MRI توسط امواج مغناطیسی کار میکنه، کوئل داره که امواج مغناطیسی از داخل خود ماشین سه رقم کوئل داره، کوئل X, Y, Z که سه جهت اونا امواج مغناطیسی تولید میکنه و کوئل ها پس ایمیج از بدن مریض میگیره. و فرقش با سیتی اسکن چی است؟ مثلا از سیتی اسکن که قیمت تر است، بسیار صدای بلند داره و حدود 30 دقیقه 40 دقیقه وقت زیادتر میگیره، مریض به تکلیف میشه. ماشینش یک ذره کلانتر است که مریضایی که دلتنگی داره داشته باشه از تاریکی بترسه، وقتی که داخل هم خود گانتری میره اوج خستکان برش تمام میشه، خود به اصطلاح کنترل کرده نمیتونه یا تحمل کرده نمیتونه. و معایناتی که ما در MRI انجام میدیم، برین MRI، MSK، اسپاین، کاردیک MRI و MRA، MRV، MRCP، فانکشنال MRI، اینی معاینات است که ما در MRI انجام میدیم و به بسیار کیفیت خوب و به سافت تیشو بهترین و خوبترین نتیجه را برای ما میده. برین پیش. فقط خیلی مختصر روی خود ساختار دستگاه امارای میپردازیم. بس که دستگاه امارای یک اتاق جداگانه است که کل سامانهای تکنیکی امارای در یک اتاق می باشه، یک اتاق جداگانه دیگه است که ماشین امارای ده و نصب است، یک اتاق جداگانه دیگه است کنترل روم یا کنترل روم که اوجا خود تکنولوژیست دستگاه را کنترل میکنه. نمونه ایره که شما میبینین ماشین امارای یک پیشن تیبل داره که مریض در روی میز می باشه و گریدینت کوایل داره، رادیو فرکانسی کوایل داره که کوایلا امی ایمیج میگیرن و امارای فوق العاده صدای زیاد داره. قبلا هم خدمتتون عرض کردم و معاینات امارای از
سیتی اسکن که قیمت تر به خاطر سافت تیشو به خاطر بعض معاینات دیگر خیلی نتیجه خوب تر میده و آل امارایی که نو در بازار عرضه شده در می سالهای اخیر حتی امی فانکشنال امارایی که خدمت شما گفتم این فعالیت مغز فعالیت قلب ایران بر ما نشان میده که مثلا کدام قسمت برین ما فعالیت میکنه به چه مقدار فعالیت میکنه و یا قلب ما فعالیت میکنه کدام قسمتش به چه اندازه فعالیت میکنه. تشکر از توجهتون، ببخشید که وقت کم بود، فرید تشکر میکنم. تشکر خیلی بسیار عالی بود. از حضور محترم نجیب الله شمال خواهش می شود پریزنتیشن که درباره تکنیک آف چست رادیوگرافی آماده نمودد ایران نماید. نجیب الله شمال سینیر رادیوگرافر شبخانه شامون الله غازی، فارغ التحصیل دپارتمنت رادیولوژی انستیتوت ملی غزنفر و تحصیلات بعد از فراغت در رشته رادیولوژی در کشور ژاپن. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میمانای عزیز و مسلک های گرامی، ما فکر کنم که پرزنتیشن ما مؤخر است. حوصله‌ام به سر رسیده، کوشش میکنم که زود ارائه کنم و موضوعی که مد نظر گرفتیم هم براتون شریک بسازیم. موضوع پرزنتیشن ما اسسمنت آف چست اکسری تکنیکال کوالیتی است یا ارزیابی کیفیت تکنیکی در اکسری صدر کی بسیار مهم است که تمام تکنیشن های ما که اکسری چسب میگیره از این موارد باید استفاده شد. صفحه بعدی محتویاتی که در این پرزنتیشن ما ارائه میکنم اهداف است مرور اجمالی بر فیزیک اکسریز که کثافت، ضخامت و زمان اکسپوز است، سلوب اکسری صدر است، وضعیت های مختلف اکسری صدری است، فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت تکنیکی است و فاکتورهای تعیین کننده در اکسپوز است. صفحه بعدی یک کمک زود تشریح میکنم، وقتم کم است، ببخشید. استبابابش هست، استبابابه چست اکسری ها. اهداف ما ارزیابی کیفیت تکنیکی اکسری صدر است، تغییرات مشخص کیفیت تاثیرگذار روی تاثیر تشخیص و دقیق اکسری. و صفحه بعدی استبابابه چست اکسری است که معمولا کل تکنیشان ما میفهمن که درخواست میشه از طرف دکتر مشخص و آل اقل باید تکنیشان بفهمه که این چیزی که ما از مریض میگیرم به خاطر چی گرفته میشه. این بسیار مهم است. مریض چسپن داره یا نفس تنگی داره یا تروماس، این باز برای تکنیشان کمک میکنه که از کدام میتوزای خود برای مریض کمک کنه یک تصویر خوب بدست بیاید. ارزیابی علائم فیزیکی است، ارزیابی تثبیت است، اسکرینینگ برای نموتوراکس پس از بیوسی و پاس میکر و اکثرا به خاطر جد تثبیت پاس میکر چست اکسری استفاده میشه و غیره. صفحه بعدی عوامل تعیین کننده روشنی یا برایتنس. ما با این برایتنس نمیفهم اگه اصطلاح دادم روشنی دیگه هم تکشیز شد در یک کلیشی اکسری. سه فاکتور یا سه عوامل بسیار مهم در اکسری دنسیتی، تکنس و دیوریشن آف اکسپوزر است که اکثرا اینجا کلگی هم مسلک است و کلگی مسلکی فارغ شده بدبختانه که فعلا در اکثرا جا اکسری توسط اشخاص غیر مسلکی گرفته میشه. فکر میکنم که یک اکسری یک سویچ است و فقط سویچ کو طرف هم یک اکسری گرفته میشه، یک سفر سیاه کو و مو رئیس های امو شفاخانه کوشش میکنن که اشخاص غیر مسلکی در یک دو روز یک تکنیشن میگیرن، بعد از او از دوستای خود ترنینگ میتن باز سرش اکسری میکنن و فقط صفحه سیاه میشه و از کانتراست و دنسیتی و تکنیس یکپا خبر نیست و مرزش کار ما شما را امروز بسیار ضربه داده خود. من امیدوار هستم که از ایجاد از این کنگره در جلوگیری از این رقم اشخاص باید جلوگیری شود. میخوایم بسیار بسرعت تشریح کنم که وقت کم است. میایم سر دنسیتی. از امو سه عوامل یکیش دنسیتی است. اول باید یک تکنیشن یا تکنیشن رادیولوژیست باید دنسیتی را بفهمه که دنسیتی چی است. طور مثال یک ظرف یا یک مرتبان خالی داریم که از یک شوای متوسط داده برش میشه و تصویری که شما در دیدکتور میبینین یک ساحی یا برایتنس یا خیال اونم مرتبان و بالای سرش که روشنی که رادیو پک است یا روشن است بسیار، او همون سرپوش آینی گلاس همون مرتبان است. در مدل دوم ما همین مرتبان آب پر میکنیم، عین همون شما داده میشه
تصویر که به دست می آید دنسیتی است، دنسیتیش متفاوت است چون مایه است، مایه خودش مقاومت نشان می دهد مقابل شما، یک خیال متفاوت برآمد و بالا بین سرپوش و بین از او حیال است که هوا است، هوا که مقاومت نمی کند مقابل شما، اون یک دنسیتی تاریک دارد و بالا سرپوش هم همچنان رادیو پک است که سفید است. و در مدل سوم سر اسکلت آمدیم که این نمیشه وارا اگر در یک اسکلت بتیم به او شکل یک دنسیتی، که اینی خودش یک تعریف مختصر دنسیتی است. اکثر در باره دنسیتی گپ میزنیم مگم نمیفهمیم که دنسیتی چرا ای یک به این خاطر در باره فیزیک آمدم، گرچه کل ما شما مسئله کیست میفهمیم که یک ایدیا باشه. صفحه بعدی عوامل دومگی ما کس خب در دنسیتی چی چیز فهمیدیم در این مدل یک طرف یک تیر است، یک طرف رادیولوسنت است، یک طرف هم رادیو پک، یعنی همین مشخصات همین دنسیتی را نشان میده. طرفی که تاریک تر است مثل که در مدل قبلی برای شما اونجا تشریح شد، هر آواز تا و در دنسیتی دوم که نیمه خاکستری است، فلوید یا سافت تیشو است یا مایع یا سافت تیشو است، که وقتی که یک از یک جسم نظر به نبر اتمیش که حرکت میکنه این تیه خیال را میده. بون است که نیمه شیری است یا به این خیال نشان میده و میتهد که فلزات است که رادیو پک است. ما معمولا نگام سنگای کلیه ها میباشم میگه رادیولوسنت است یا رادیو پک است، رادیولوسنت است در یک سری قابل دید نیست. هدف رادیولوسنت اینمی است که اونجا تاریک میباشه در وقتی که کیوبی میگیریم سنگ است مگم تا یک سری خیال نمیده. خدا کنه که مدل برتان. صفحه بعدی عوامل دوم ما تکنس بود یا زخامت بود، که یک تکنیشن بسیار مهم است که زخامت بفهمم. در اگام کتاب ها یک کسی که مثلا همو بیشتر که قصه کردیم یکی یاد داده گفته اینیش سوچ یک چیز تکسری اینی رقم گرفته میشه اینی کیلووات اینی که میامد اینی سوچ که فلم سیاه میشه بتش خلاص. اگر تکنیشن مسلکی باشه هیچ وقتی کار را نمیکنه، به خاطر که اینجا تکنس زخامت نمیشه که ما یک مقدار شوایی که برای ما نوشته شده اونم رو برای هر مریض داده شده. یک مریض میاد بسیار لاغر با وزن 40 کیلو، یکی در وزن 60 کیلو، یک مریض دیگه میاد با وزن 120 کیلو. و همون نه که همون چیزی که با ما گفته و همون رو میتم خلاص. این تشریح میکنه دیگه که همین تکنس اگر مورد مد نظر گرفته نشه چی بوتل اول ما مرتبه یا گلاس اول ما که آب پرست یک بررسی از یه شوای متوسط داده میشه و همزمان برای کلش یک شوا داده میشه. گلاس اول سعی کنین تکنس که یک دانه از رنگ ما طرف تقریبا دنسیتی که داده رادیولوسنت است بسیار ضعیف است، و گلاس دومی ما که تکنس را خواستیم در بلب سازیم یا زخامتش را زیاد کنیم دو گلاس هم ماندیم و ازش همین هشیم مقداری که قبلی داده بودیم به میام میتیم. دنسیتی که مورد به وجود میاد در دیدکتور سعی کنین که نظر با دیگه برایتنسش یا امروشنیش زیادتر است. و مدل سیومی ما که سه گلاس است که تکنس دگام زخامت زیاد شد این همون مقدار شما تصویری که بعد اسمه رادیو پک است یا همون برایتنسش بسیار بالاست، که زخامت ها بسیار در یک سری رول داره که این باید مده نظر داشته باشیم. صفحه بعدی و فاکتور عوامل آخری ما که دیوریشن آف اکسپوز است، نمیتونیم که به تمام مریضا یک رقم اکسپوز بتیم، باید نظر به تجربه که داریم از اطفال گرفته تا وزن کلان دیوریشن اکسپوز باید بسیار دقیق باشیم. این مدل ما وقتی که اگر کل اگر هم زمان یک اکسپوز بتیم مثل که گفتیم مگه مثلا یک تکنیشن قراردادی میباشن که باش میگه یک اکسپوز بتیم چسم برای ما رفتم دیگه، از این میتود اگر استفاده کنن مثلا شارت همین مدل ما را شارت اکسپوز میتیم دنسیتی ز برایتنسش بسیار روشن است. اگر میدیم اکسپوز میتیم یعنی شوای مناسب برش میتیم دنسیتی که باوجود میاد دنسیتی متوسط است، و اگر لانگ اکسپوز میتیم همین مدل به یک وزن است لانگ اکسپوز میتیم دنسیتی که باوجود میاد بسیار ضعیف است و قابل دید نیست. گیر باز پسند چست اکسری برتان میگیم که چی تغییرات باز با وجود میگیم. این یک مرور کوتاه و فیزیکش بود. صفحه بعدی وضعیت های مختلف اکسری صدری است که کل ما شما میفهمیم ضرور نیست که قرار آوردمش که چون معمول است باید باشه
همون بیزیک اساسی هم پوزیشن های ماست که پیو لترال است، پوزیشن های خاص اسپیشال است که ای پی رکس و سیمیس و سیمی رکتس و سوپاین است. لترال دیکیویتر سی پی لوردوتیک است، انتریور اوبلیک است، پوستریور اوبلیک و پورتیبال که باز حالت های خاص خودم داره که دست ما بند می باشه. برتری وضعیت های فلم پی نسبت به ای پی امان در کیفیت بهتر تخنیک می باشد. یه صفحه بعدی